حتی مثلا از سن 4-5 سالگی شروع کردم نماز رو یاد گرفتن و مثلا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم سوره های قرآن رو حفظ میکردم. دین هستن اینا، خیلی شستشون مغزی ما رو میکردن و اگرم یه همچین چیزی میشنیدم خوشحال میشه، ولی همیشه به ما میگفتن حتی اگر یه مسیحی رو بکشیم وارد بهشت میشیم و برای همین بیشتر تلاش میکردم که قانونهای مذهب رو دقیقتر انجام بدم. فکر میکردم وضو اشتباه گرفتم، دوباره هی میرفتم وضو میگرفتم، شاید این مثلا برای یه نماز 10 بار تکرار میشد که من میرفتم وضو میگرفتم و برمیگشتم. و مریضی روحی هم که گرفتم، افسرده وحشتناکم بودم، احساس کردم که هیچ وقت به خدا نرسیدم و مامانم تو حالت مرگ بود، خیلی هم وابسته بودم به مامانم و گفتم که من خودم رو میکشم اگه اجازه ندی تو خونه این کار بکنم، بیرون از خونه خود کشم. من تو جوانی، تو آینده داری مامان جان. و گفتم باشه، اگر دوست داری با هم خودکشی کنی. Brothers and sisters, I'm with you tonight. The Lord has a special message for you tonight. If you're hopeless, if you're oppressed, if you're planning to commit suicide, the Lord says stop. He has a hope and a future for you. If you're planning to kill yourself, stop and call me. و برای نیم ساعت با کیشان با صحبت کرد. کاری که کردم انجام میدم و اگر تو بخوای پشیمون بشی، من خودم تنها این کار میکنم. وقتی که رفتم توی اتاق دیدم مامانم داره دعای تو برو میکنه و خیلی عصبانی شدم. به من ندیان، نه چایش میکنم، نمیخوام با شرف بزنم، بلم کن، نمیخوام، قف کن بینم، چی داره خدا فردینا، نمیخوام، لجبازی نکن، نمیخوام، قف کن، به جانت بکنم، خورمز مگه کیه، بلم کن، کشیش خورمز کیه، ولی شما گفتین اگه کسی Hello. When I talked to her, she was cold. She was fighting, and she told me very proudly, "I'm going to kill myself, and your Jesus cannot do anything for me." After about an hour of argument with her, and I couldn't change her mind. You said it yourself. Allah has done nothing for you. Give Jesus just one chance. You can always kill yourself next week. وقتی که این فکر اومد توی سرم، گفتم این بهترین راهه که یه بار دیگه تا آخرین لحظه مرگم به الله خدمت کنم. She was thinking, okay, I'll pray, and next week, this time, Jesus had not done anything for me. I call live on the air, and I tell everybody, look, I tried Jesus for a week, and nothing has changed, and I'm going to kill myself tonight, and I will do it on the air. و بعد از یک هفته که خودکشی میکنم، حد اقلش اینه که وقتی به حضور خدا میرم میگم آخرین کارم هم برای تو انجام دادم. فردا صبحش که از خواب بیدار شدم، ساعت نیمه شب بود که از خواب بیدار شدم، دیدم که مامانم خیلی راحت داره تو خونه راه میره و دیگه اونطوری نیست که تعادل نداشته باشه یا دستشو جایی بگیره. گفتم ما باید سریع بریم بیمارستان و وقتی که جوابو سریع گرفتیم، دکتر گفتش که فقط میتونم بگم یه معجزه شده، چون هیچ اثری از بیماری ام اس نیست. چه جوری میشه؟ شما خودتون گفتین که ایشون ترمینال بوده، فقط میمون یه معجزه است و به یه امام دعا کردین. شما کجا نشون دادین؟ خانم این شب یک معجزه است، این یک معجزه است. ما اصلا به هیچ امامی دعا نکردیم، به عیسی مسیح دعا کردیم.